بنام خدا و با عرض سلام، بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید انفجاری که دقایق پیش رخ داد در پشت جاده قصبه شهر کابل بوده است. هرچند گفته می شود که این انفجار در محدوده میدان هوایی کابل رخ داده، اما سخنگوی وزارت داخله گفت انفجار در نزدیک یک حوض در پشت جاده قصبه رخ داده است. تا هنوز از تلفات و خسارات ناشی از این انفجار جزئیات در دست نیست. این انفجار هنگام رخ داده است که قرار بود هواپیمای عامل رئیس جمهور کرزی که از افریقای جنوبی به کابل می آمد در میدان هوایی کابل فرود بیاید. پلیس کابل از یک آدمربایی پیشگیری کرده است. فرمانده حوزه 4 پلیس کابل گفت یک گروه 4 نفری از آدمربایان مسلح که می‌خواستند یک بازرگان را از حوزه 4 کابل بربایند در پی مداخله پلیس موفق به این کار نشدند. پلیس کابل می‌افزاید که آدمربایان موفق به فرار شدند و تلاش‌ها برای بازداشت آنان به شدت جریان دارد. حلیمه نخستین بانویی که از سنگسار طالبان در کندز نجات یافته است از دولت می خواهد به این گروه اجازه ندهد که دیگر به مردم به ویژه زنان وحشت آفرینی کنند. این بانو می گوید طالبان با او گفتند که می خواهند به مردم نشان دهند که هنوز هم حضور دارند و به سنگسار زنان می پردازند. از مرگ برگشته است. ترس و وحشت هنوز در سیمایش نمایان است. 2 روز را در اسارت طالبان بوده است. لحظات تلخ و وحشتناک، آن هم در روستای دفتانی ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز. از اینجا که برده بود به خاطر ای که ایره ما یعنی که اعدام کنیم یا سنگسار کنیم که در مردم افغانستان نشان بدیم که سکو که مالی هم طالب آلی هم در سر پا استاد است که ما زنای افغانستان این رقم سنگسار میکنیم و اعدام میکنیم. برای حلیمه وحشتناکتر از طالبان شوهرش است، زیرا شوهرش او را به چنگ طالبان داده بود به جرمی که هنوز روشن نیست. مسلمه واری البته سیاست بسیار باشه که رقمی در اولین نفر ما بودم که اگر طالبان ما خطا خوردم. چه دیگه همی رقم سیاست را مسلمه واری بسیار باشه غمش باید دولت بخوره که طالبان گیر کنه سنگسار میکنه. طالبان حکم سنگسار حلیمه را صادر کرده بودند، اما پلیس وی را در لحظات اخیر نجات داد. شاید حلیمه خوششانسترین بانو باشد که از سنگسار طالبان برگشته است. شاید فکرش را هم نمی کرد. او بسیار درد دارد. دردی که بسیاری از بانوهای دیگر حتی در محلهای نزدیک به مرکز آن را با طعم مرگ چشیدند. مثل این بانو که 2 سال پیش در دره غوربند این گونه به گلوله بسته شد. حالت روانی حلیمه خوب نیست. از همین رو او نتوانست به جزئیات سرگذشت تلخترین لحظه زندگی خود را که در اسارت طالبان بوده است با ما شریک سازد. او باور دارد که طالبان با سنگسار و کشتن زنان میخواهند وحشت آفرینی کنند. پلیس ها خبر شد دیگه مرا از گیر طالب خطا کرد. خوش هستم که مرا طالبا از گیر طالبا این اعلان کرد دیگه. من آمدم در ایجال در خانه 11 هستم. من بسیار خوش هستم. سخنگوی پلیس کندز نجات حلیمه را از سنگسار طالبان موفقیت بزرگ می داند و می گوید طالبان دیگر توان رویارویی با نیروهای امنیتی را ندارند، اما همواره از کودکان و زنان انتقام می گیرند. ما موفق شدیم که یه خواهر که طالبا میخواست سنگسار بکنه نجات بدیم از چنگ طالبا و ایره فعلا در ساحه امن انتقال دادیم در مرکز ولسوالی دشت ارچی، و امروز به خاطر دیدار اینا از نزدیک آمدیم در ساحه تا مشکلاتی رو که اینا دارن ببینیم، و در صورتی که اینجا امنیتشان در خطر باشه ما در خدمت تامین امنیت اینا اقدامات جدی داشته باشیم. ولسوالی دشت ارچی، جایی که حلیمه اکنون زندگی می کند، یکی از ولسوالی های دوردست و ناامن در کندز است. طالبان هر از گاهی در بخش های آن فعالیت دارند. هرچند پلیس کندز توانست با وجود همه تهدیدها حلیمه را از چنگ طالبان نجات دهد، اما سال گذشته یک دختر و پسر از سوی این گروه در این ولسوالی سنگسار شده بودند. ولسوالی دشت ارچی یکی از ولسوالی های ناامن ولایت کندز به شمار می رود که در جریان سال روان
چندین عملیات به هدف پاکسازی این ولسوالی از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفته بود که به گفته مسئولین در این عملیات چندین مخالفین مسلح کشته، زخمی و بازداشت شدند. نصیر احمد صادق، تلویزیونی یک، ولسوالی دشترچی، ولایت کندز. و خبر اخیر این که 10,000 شهروند آفریقای جنوبی با ده‌ها رهبر کشورهای جهان در مراسم یادبود ملی نلسن ماندلا، نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست این کشور و رهبر مبارزه با تبعیض نژادی اشتراک کردند. این مراسم در ورزشگاه اف ان بی جوهانسبورگ برگزار شد. مراسم گوناگون برای ماندلا در آفریقای جنوبی برگزار شده و این مراسم تا یک شنبه هفته آینده کو به خاک سپرده می شود ادامه دارد. از امروزتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. شاد و موفق باشید.